برو آقا یاسین. اینجوری موست اون از دست این آقا تهیه کنم. چجوری واسه ما گذاشته؟ سلام آقا یاسین، خوبی؟ خیلی خوش اومدی به برنامه خودت. بریم سر اصل مطلب. بچه یعنی چی به نظر شما؟ بچه یعنی من، اون نفس، زندگی. مامان بزرگم میگه بچه همه زندگی بابا مامانشه. بابا بزرگم هم میگه بچه گوله نمک زندگیه. بچه که نباشه زندگی بی نمک میشه. آقا یاسین، بله، دیگه چی از بچه میدونی؟ بابا بزرگم هرچی رو نمیدونه منو میگیره بغل، مچم میکنه، این شکلات بهم میده، منم سیر تا پیاز قضیه رو لو میدم میذارم کف دستش، وقت میگه حرف راست رو باید از بچه شنید، از بچه. خب آقا یاسین، بله، شنیدی میگن هر آن کس که دندان دهد نان دهد، یعنی بله. چی؟ قبل از اینکه من به دنیا بیام دایم عروسی کرده بود، هنوز بچه نداره. بعد مامان بزرگم یه بار اومد بهش گفت یه بچه بیار زندگیتون شیرین شه. بعد میگه بچه پوشکش خرج داره، بچه شیر خوشکش خرج داره، بچه کلا خرج داره. بعد مامان بزرگم گفت هر کی دندونشو میده نونش هم میده، بچه روزیشو خودش میاره. بعد بهتر بگم هر آن کسی که دندان دهد نان دهد. تو خودت یکی یه دونه ای؟ بله. تو هم داداش خواهر میخوای؟ آره. نظرتون راجبیم چیه؟ آقا من خجالت کشم بگم. نه خجالت نکش عمو. من اگر در آینده بخوام تشکیل خانواده بدم، آفرین، اگر خانومم یکی یه دونه باشه، بعد خودم یکی یه دونه باشم، بچه همون چرا نه دایی دارن، نه عمو دارن، نه خاله دارن، نه عمه دارن. یعنی که شما اگر یکی یه دونه باشید، خانومتون هم یکی یه دونه باشه، در آینده بچه هاتون دایی و عمه و خاله و عمو ندارن، بیچاره بچه ها. خب آقا یاسین، شما در مورد این مشکل با بزرگترها صحبت نکردی؟ با بابا مامان صحبت نکردی؟ چرا؟ یه روز بابام داشت با یخچال اون با پیشگوشتی بر میرم، گفتم بابا من یه داداش میخوام. گفت برو بچه سر زیادی نکن، برو. شما داداش و خواهر دوست داری؟ بله. من از خدا میخوام که انشالله یه داداش خوشگل، یه خواهر مهربون به تو هدیه بده و به هر بچه که تنهایی. ممنونم که توی برنامه خودت شرکت کردی. بازم میای توی برنامه ما؟ بله. خسته نشدی؟ خیلی کم. خیلی کم. خب به اتفاق آقا یاسین از همه بیننده ها خدافظی می‌کنم.